همزمان با نشر خبرهایی از جابجایی پشتونهای تنرو سنی در استانهای شمالی افغانستان از سوی طالبان برخی منابع از شهرکسازیهای مشکوک این گروه در استان قزنی ابراز نگرانی می کنند. ساکنان مناطق هزاره نشین در استان غزنی میگویند طالبان صدها هکتار زمین ملکیت آنها را غصب کرده و روی آنها برای اعضای طالبان پاکستانی شهرکسازی سازی میکند گزارش فاطمه موسوی را با هم ببینیم. با افزایش شایعات در مورد جابجایی خانواده ها و قبایل پشتون در مناطق شمالی و مرکزی افغانستان منابع از ساخت شهرک های مشکوک در برخی مناطق از جمله استان غزنی خبر میدهند به گفته این منابع طالبان کار ساخت چهار شهرک را در مرکز و شهرستان های ناوه، قره و واقع این استان آغاز کرده است. بر اساس ادعای منابع کار این شهرک ها شش ماه قبل شروع شده است. به گفته این منابع بزرگترین شهرک که همکنون کاران به شدت جریان دارد در شهرستان ناوه ساخته می شود که به طور مستقیم از سوی شبکه حقانی حمایت مالی می گردد. همزمان شهرکی در مرکز غزنی در حال ساخت است که بخشهایی از زمین شهرک معلمین در آن قصب شده است. همچنان منابع در شهرستان غرباق ادعا می کنند که صدها جریب زمین شهروندان هزاره این شهرستان از سوی طالبان برای ساخت شهرک قصب شده و شهرک دیگری هم در واقع به هدف نامعلومی در حال ساخت است. بر اساس ادعای منابع مردمی این منطقه سالها در ملکیت هزاره ها بوده و از آن سند دارند اما طالبان به اسناد آن توجه نکرده است. به گفته آنان قصب این منطقه و آغاز کار شهرکسازی مشکوک سراسده های مردم را به همراه داشته که طالبان برای مدتی محدود کار ساختمانی را متوقف کرده است. منابع تاکید می کنن که طالبان از یک هفته به این طرف یک بار دیگر کار ساخت این شهرک ها را سرعت بخشیده. این در حالی است که طالبان تا چند روز پیش در مورد چرایی ساخت این شهرک جزئیاتی ارائه نمیداد. اکنون با جابجایی 20 خانواده برگشت داده شده از پاکستان این گروه اعلام کردند که این شهرک به خانواده های مهاجران برگشت از پاکستان توضیح خواهد شد منابع میگویند که این اظهارات طالبان در حالی مشکوک به نظر می رسد که روند اخراج اجباری مهاجران از پاکستان در چند هفته گذشته آغاز شده است اما کار ساخت این شهرک ماها پیش عملا جریان داشت با این حال منابع ادعا کردند که در این شهرک ها مهاجرانی که عمدتا خانواده های اعضای تحریک طالبان پاکستانی جابجا جا خواهند شد. آنها مدعیند که اخراج یکبارگی مهاجران از پاکستان و آمادگی های قبلی طالبان برای جابجایی آنان مشکوک به نظر می رسد. طالبان اما در مورد این ادعاها جزئیاتی ارائه نداده. گفتنی است که منابع ادعا کرده بودند که طالبان دهها جریب زمینش ملکیت شیعیان و هزارها را در منطقه سراب شهرستان جغتو تصاحب کردند. این گروه با قصب زمین که گفته می شود مربوط به هزاره های این منطقه است شهرک سازی کرده و آن شهرک را به کوچی ها توضیح کردند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه